مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین با ما همراه هستن. آقای براتی، وقت شما بخیر. به نظر میاد که تلاش ها برای ادامه مذاکرات احیای برجام از سوی آمریکا و اروپا خیلی ملموس، اما از سوی ایران ملموس نیست. به نظر شما دلیل این موضوع چیه؟ چرا ایران اقبالی به سرعت مذاکرات نداره؟ خب ایران اگر تمایل داشت که مذاکرات خیلی زود به نتیجه برسن، قاعدتا باید نتیجه مذاکراتی رو که آقای عباس عراقچی به دست آورده بودن میپذیرفت، ولی جمهوری اسلامی اون نتایج رو نپذیرفت، موکول کرد به دولت جدید، و دولت جدید بران است که از آمریکا بخواد که به کلی همه تحریما رو بدون قید و شرط برداره و در ضمن هم تضمین کنه که دیگر هیچگاه تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد شد و آمریکا دیگر از برجام بیرون نخواهد رفت. این خاص حد اکثری است، همراه با این فکر که جمهوری اسلامی دنبال اقتصاد مقاومتی است، یعنی هیچ گونه سرمایه گذاری خارجی و مسئله ورود اصلا خارجی ها به ایران رو میخواد غیر ممکن بکنه. همه اینها دست به دست هم میدن و آینده ای ناروشن برای این برجام به وجود آوردن که برای هیچ کس قابل پیش بینی نیست. گزارش آژانس رو چند روز گذشته داشتیم. فکر میکنید در نشست شورای حکام با توجه به اتفاقاتی که روزهای اخیر درباره ایران افتاده، درباره ایران چه تصمیمی گرفته بشه؟ خب خاص آمریکا این هست که یک قطعنامه تنبیهی علیه ایران صادر بشه. بستگی به محتوای این قطعنامه است. اگر این قطعنامه کاملا شدید باشه، معنیش این هست که شورای حکام تصمیم میگیره گفتگوها با جمهوری اسلامی از طرف آژانس دیگر ممکن نیست، پرونده باید ارجاع بشه به شورای امنیت. ولی میتونه این به اصطلاح این قطعنامه در شکل اخطار داشته باشه که به جمهوری اسلامی اخطار بشه که اگر این گام و اون گام رو بر ندارن، پرونده به شورای امنیت خواهد رفت. احتمال من این است که این انتخاب دوم در دستور قرار بگیره. آقای براتی، چه خبرها خبر دیدار نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با وزیر خارجه روسیه رو هم داشتیم که درباره برجام دیدار رو گفتگو کردن. این دیدار رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ خب یک مسئله است، روسیه هم از گام‌هایی که جمهوری اسلامی برداشته در جهت تشدید غنی‌سازی اورانیوم، ساخت اورانیوم فلزی و مسئله آب سنگین عراق، همه اینها اونها رو هم نگران می‌کنه در این جهت که احتمالاً ممکنه جمهوری اسلامی هدفش این باشه که در میان مدت حتی ساخت سلاح اتمی رو ممکن بکنه. از اون طرف هم آمریکا سعی کرده در گفتگو با روسیه توضیح بده که به چه دلیلی امکان این که آمریکا همه تحریم ها رو برداره نیست، به لحاظ قانونی و به لحاظ همه محدودیت های دیگری که دولت آمریکا داره، و حمایت بخواد از دولت روسیه در گفتگوها در این جهت که از به ایران فشار بیاد که از این خواست حد اکثریش صرف نظر کنه و بپذیره که بیشترین امکان برداشتن تحریما رو آمریکا در نظر داره، ولی نه همه تحریما. سپاسگزارم از شما. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین مهمان برنامه بودید.